که مرکز تمدن اسلامی است. اینجا ولایت غزنی است. سلطان محمود غزنی پاره یوازه نفری
ولایت خیلی زیبا و تاریخی که مرکز تمدن اسلامی است. اینجا ولایت غزنی است. فعلا ما در پایین منار غزنی هستیم. منار غزنی میگنش. و دوستای عزیز ما، عظیم جان، بیا نترس، بیا، هیچ کدوم گپ نیست. بیا بیدر. عظیم جان هم اینجا هستن، رستم جان هم هستن، دوستای دیگه هم هستن. گفتیم باش ببینیم جاهای تاریخی را این بار یک مرور بکنیم. سنگه بروده؟ شکر. جور بخیر. سلامون دوستانو، در اسلامی تمدن مرکز غزنی ولایت بخیر. دستان مخبرونه بیخی بلده ولده، یعنی تفریحی نده، تاریخی نده، دازل تاریخی نده. د غزنی ولایت ټول تاریخي ځایونه او زیارتونه په دې خبرونه کې موږ تاسو ته په تصویر کې راوسی دي. نو هیله من دي تاسو د خوښۍ وړ وګرځيږي، حتما دا خبرونه سره وګورئ. او ترڅنګ ورور جانه، تاسو کولی شئ چې د موږ چینل یوټیوب سبسکرایب کړئ، ویډیوګانو مو لایک کړئ، کومنټونه ورکړئ. او ډیره مننه چې د نورستان خبرونه ډیر ولیدل شو کنه. بالکل، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې زموږ لتا سونه ډیره زیاته مننه دوستانو چې زموږ د نورستان خبرونه مو ډیره خوښه کړله او ډیر لیدونکي درلودل. د همدې سره زموږ د سبسکرایب البته پوره شول. او بس دا ټولو د پنجرې مینوالو ته، د پنجرې یوټیوب چینل مینوالو ته ورکی وایو چې کوم هدف یوټیوب چینل ته ټاکلی وو هغه پوره شو. دوستای عزیز، تشکر از اینکه ما را حمایت کردین و با متارگیتی که اول میخواستیم رسیدیم. حالا دیگه وقت از این رسیده که اصلا حال حمایت بکنیم. ویدیوهای خوب خوب ما آماده میکنیم، شما ببینین، کامنت بدین و لایک هم کنین و با دوستایتون شریک بسازین که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنن. ما به خیلی جاهای دیدنی افغانستان میریم. این بار مثل که آمدیم به ولایت زیبای غزنی، خواستیم که بعضی جاهای مشهور ولایت غزنی رو به شما به معرفی بگیریم. کمی کاستی می باشه دیگه. بالکل، مگه ما کوشش میکنیم که نباشه، کم باشه. دام نه دیگه دوستانو په وینا مونږ راغلی سم ته کمیټو نه کړی ویډیو سه غزنی ولایت تراسی. واقعا چې غزنی ولایت ډیر خلای ځای ده او ډیر تاریخي ځایونه لري. واقعا هغه دوستان چې نه دی راغلی یو ځل حتما غزنی ولایت تراسی. بریم هم تر کوی طرف بالا بریم. بالا. ما فعلا میریم دیگه طرف باد ازی در مقبره سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی، در باری سلطان محمود غزنوی چی میفهمی؟ سلطان محمود غزنوی پاره یوازه دون را پویگم چه یو امپراتور تیر سوی؟ امپراتور تیر سوی که پاچا؟ ویو بکی چه معلومان نلر مولی پختنی که یو پاچا تیر سوی چه البته د بالول دانا ورور و اختیار همده سده یار همده سده. شما بگوید رستم راست میگم یا دروغ میگم؟ از تاریخچه خود اگه بزدیم مقصد، اگه دروغ باشه از کتاب تاریخی که من آشکنیم. دوستای عزیز، معلومات در باره سلطان محمود غزنوی وقتی که بالای مقبرش رفتیم همونجا معلومات میتیم. بلکن بخیر سلامت باشیم، ما را همراهی کنیم. از کل چیز خبر نه. تو چی میکنی؟ ما پروژه هست کنم. خواه اینجا پروژه هست؟ آه پروژه گرفته بود ما پیش میبرم میشنم میعوداری و ایچه داشت. خواه عبداری دو پروژه زیاد کار روانه. خواه دو جه دو اونه پیش از اون معلوم هست. زرتاسیر نرو، زرتاسیر چی میری؟ زرتاسیر دو جه زیاد کار روانه. کار روانه است یا معلومات میتن؟ برو کزی خواه. رستم جان، یک دفعه میریم کردیم و کاکا صحبت میکنیم که کم معلومات بتا بر ما در رابطه با منار که در اینجا هست.
به خاطر از اینکه من فکر میکردم که همین منارا در غور است، خب مگه مالا که دیدم این در غزنیام است، من اون خاطر خواستم که بیایم. کاکا مانده نباشی، خوب هستی جان؟ اکه جور ببخشی که مزایم کار شدم، صدا کردم سرم. این ریزر دوم است، مانده نباشی کاکا، خوب هستی جان؟ اکه جور است، خیر خیر است، قرار بقرار، سلامت هستی کاکا جان؟ امیجی کار میکنی امی منار چقدر وقت میشه جور شده؟ این منار دیگه وقتش دیگه بوده، بخش ما معلوم خدا وقت برامشا جور شده، سلطان برامشا، در وقت سلطان برامشا یا زست اصار و زست اصار میشه. بازی در داخلش میتونه آدم بره یا نه؟ را داره یا همونتو؟ را داره از میشه، خب زینه دیگه نداره که بالا شده. خب حالا زینه نداره که بالا شدیم، خودت بالا شدی؟ نه من بالا نشدیم دیگه، من بالا این بالا شده. این رو به خاطر چی جور کردن به نظر؟ این رو خب دیگه خب دو وقت و زمان جور کرده دیگه، سلطان سه دیگه. خب ما امیر فکر میکرد گیر به خاطر چی جور کرده، شاید بایره میره میکردن چرا خم؟ بخشی یک نمایش جور کرده دیگه، خب یک منزل دو منزل دیگه شیوه افتاده بود. خب یک منزل شیوه افتاده بود. وقت تلق بود اگه مرسی جامعه را داری بلند بود. خب خب پایین شده. نه خوب است کاکا، گفتم ایجارم خوب جور کردن. ایره وزارت اطلاعات فرهنگ جور کردن؟ خوب بسیار خوب الان. اینه خوب چی ها میکنن متوجه شما هستن، به خاطر که زیر سنگ گرفتن که از امو صدمه نرسه به خود منار. بخیر باشی کاکا، تشکر بسیار زیاد، ببخشی که دادم کارتم اومده. از او منارم کار جنیان داره، کارگر ها کلیش دمونش هست. خب آو جم اتمن میایم بخیر، برو خداحافظه. منارا نام نداره باش، اصلا منار هور به نام منار جام یاد میشه. آره منار، منار غزنی بتین یک نام اصلا خود بتین بزرگوارا بتین کاکا. همین منار به نام چی یاد میکنه؟ منار سلطان بهرام شاه. تشکر بسیار زیاد. اگر امرو سرجان دک کتاب تاریخ که خود نوشته کرده بودی به نام منار غزنی بود نه؟ خدا دوستای عزیز، ما دیدن کردیم از منار غزنی که مسما است به منار سلطان بهرامشاه. سلطان محمود غزنوی نام است که هنک هزار سال بعد از مرگش نیز از کنارهای دریای خزر تا خلیج بنگال و از ماورالنهر تا بحیره عرب و شاید اکثر مسلمانان جهان من حیث یک قهرمان بی‌بدیل، سردار مدبر و شکست ناپذیر، فرزان مرد ادب پرور و مسلمان متدین که خود حافظ قرآن کریم بوده و تا پسین دم حیات به احکام آن عاشقانه پابندی داشته است او را می‌شناسند و در هر کجای داستان‌های متفاوتی در رابطه به حیات، شخصیت و دیگر صفات سلطان محمود غزنوی روایت اسناد و یا به نقل از افراد همین اکنون نیز موجود است. سلطان محمود غزنوی اولین پادشاه مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی بود. وی به دلاوری، بی‌باکی و کثرت فتوحات موصوف بود. یکی از فاتحان مشهور تاریخ اسلامی می باشند و از مردانی است که در تاریخ اسلام مقام بسیار بزرگ را حائز شده است. بر اثر شجاعت و تدبیری که داشت در نشر و اشاعه دین مبین اسلام در دوران حکومت خود مقام بسیار بزرگ را حائز شده و به فتوحات پی در پی ایران و هند نائل شد که حد و انتهایی ندارد. اجتماع علما و شعرا در دربار او و کتابهایی که به نام او تألیف شده شهرت زیاد دارد. سلطان محمود غزنوی بسیار به حدیث و تفسیر قرآن کریم اشتیاق داشت. سرانجام این بعد از 36 سال خدمت به مسلمانان دار فانی را وداع کرد. طبق وصیتش پسرش محمد جانشین وی شد.
امان داشتن. این هم دروازه ای ما متفکر میکنم موانعی بوده که بسته میکنه ایرانی بوده که زور آرازون سی را داشتن ایران هم بسته میکنه بسته میکنه بسته میکنه همطور بوده اتمنا هم بری تاخچه اقام همین جایی تیر اینه تکشاسنه تکشاسنه نی بازه نیشش چی هستی؟ هیچی چی بوده کدام سخت بوده خودم؟ شاید کدام سخت بوده باشه نه؟ این اونجا تیر میشدن ببینیم جایش هست جایش هست اما اینی میماری میماری کلش دوره عثمانی است میماری دوره عثمانی است چون این کار را فقط دوره عثمانی امپراتوری عثمانی این کار را میکنه کاری را داشته شاید از کدام انجینرهای دو دوره عثمانی بوده کار کرده بله چیزی صد دوره چکنه این دروازه چه خدا کدام از باشه باشه؟ این دروازه خب فکر نمی کنم نه با کنم این دروازه این جایی آه فکر می کنم تو خشکاری را می بیدیم سیار جالب است نی؟ به تو فکر می کنی کدام گفه برد می رسانه؟ میماری سبک چیز است؟ میماری سبک عثمانی عثمانی این طرف هم باز بیرون دیگه دروازه دارو فکر می کنم شاید اون دروازه هم بوده شاید این دروازه هم جایی بوده که موانی داشته این موانی دیگه بود دن شیر سنگیز کرده دن شیر همونه مهدش کدن حالا؟ مهده کدن او یک دروازه این دو دروازه دو دروازه یک دروازه شاید اینجا داشته باشن حتما یک دروازه شاید سپاه یک جنگی شاید اینجا بوده باشن یک دروازه هم از داخل است آه سالا کنش یعنی پرچه خود برامدن کنش بیرو برامدن آه آه ایترکوی برامدنی؟ مگه بسیار دبله هست بسیار دبله هست فکر می سکت نکتم یا لینه میره تا بالا اونجا هیچ شده بچه نداره دومون ترتان یک بر دیوار هست بسیار جالب هست همین اون طرف رین دوستای عزیز ما سر مقبره سلطان محمود غزنوی آمدیم فعلا قلعه ای که است در نموجه گردش داریم و بسیار جالب است بر ما به خاطر از اینکه یک دونه دیوار تقریبا دو متر برش یکان تا اگه سابق بر ما میگفتیم دو متر بر دیوار است میگفتیم حالا درو حالا خوب است که دیگه دیدیم خودمو و باور ما شد راستی هم صفحه خوبی هست فگه کم جور کدن قدیم است نی؟ من خواهیست که دست نخورده دست نخورده است یا دولت مجازه نمیتر دولت اطلاف فرنگ مجازه نمیتر اینجا باسازی بکنه یکان باسازی خودش نیاز بوده انجام بوده باسازی که مورد نیاز بوده خودش انجام بوده اما بعض جایی را دیگه اجازه نمیتر تغییر شکل دیش تغییر بیره بسیار خوب کار میکنن همین خوب است همی آثارهای باستانی رو به این شکل نگاه کنن به خاطر اگه او رو دست بزنن باز باستانی نشد دیگه صد فیصد یک کشور یک دولت تاریخش قدرتش نشان میده راست می یک دولت یک کشور یک تاریخش تاریخ داشته باشه افغانستان بریت همی تاریخی که داره شناخته میشه راست می بریت همی اشخاصی که بوده شناخته میشه سلطان محمود غزنوی برام فاتح کبیر راست میگه فاتح جنگ سومنات که میگن چقدر در دوران گذشته ما طرفدار فعلا جنگ نیستیم اما دوران گذشته فتوحات لازم بود فتوحات باختر اسلام جنگیدن بله. چندین کشور که فعلا ما میبینیم و مثل هند بیشترین آبادانی در هند هم داشتن نیک نمودن بود داخل افغانستان در هند هم داشتن زیادترین کسایی که فیلن در هند زندگی میکنن و مسلمان شدن از برکت فیض همی آدم بوده سلطان محمود کبیر بله بریم آیستو استو خدم بزنیم بفرمی شما پیش من هم جالب بینم این راه است نه؟
بسیار جالب است همین. همین سنگ که گرفته شده اینجا. چقدر جالب. اینجا باش قرار کرده. سر دم تو. یعنی به انسان جالب دی است که به یک نفر که او به یک معماری که فعلا کار میکنن این سبک معماری غیر ممکن است کار کردنش. این رقم بازی و وسایلی که دو وقت داشتن. راست میگم میگم بعضی دیدم بسیار بلند است. وسایل آره فعلا از مثلا ساختمانی را باد میکنن که کل شب مش از ازش فلز دو استفاده میکنن، کنکریت استفاده میکنن. اما این ساختمان را ببینید فقط با گرس چه موادی که اونها استفاده میکردن و این گنبدی که شاید بیشتر از 1100 سال نظر به تاریخ که خوندی 1200 سال قدامت داره کدام است. این ساختمان ها تا فعلا هم تو پاورجا مونده. جز یکان تخریبای کوچکی که شده دیگه کلشون دوباره سر پای خود ساده است و این نشون میده که خلاقیت و معماری از اونها را برآورد از اونها که چی اندازه اونها توانا و قوی بودند این قسمت. به این شکل قدم زدم میریم کم کم صحبت ها میکنیم. این درخت های غیر مسمار است فکر میکنم نه؟ درخت های غیر مسمار است سرسبزی همین باقی که اینجا ساختن دولت فکر کنم دوران آقای کرزای این باقی منطقه با سازی شد و دوباره ساخته شد. خاطر دیدن که مردم بعضی از گردشگرا میان خاطر دیدن به این نقطه از خود مقبره سلطان محمود غزنوی از فتوحات شجری که در اینجا هست از سلطانایی که بعد از این بوده پیش از خودش بودن در این قسمت تمامش ازش دیدن میکنن و برشون یک چیز خیلی جالب تمام میشه چون غزنی یک امپراتوری خیلی بزرگ داشت در دوران خود. شما از غزنی هستید افسر درست؟ بله. از کدام قسمت غزنی هستید؟ از خود مرکز غزنی. از مرکز غزنی هستید. چقدر بلند است؟ بسیار کم. بسیار کم. شرایط گذشته یک سری جنجالا بود. آمدن و رفت ما ایزره مشکل بود. فعلا شکر. او وضعیت نیست، جنجالا نیست. ما میتونیم خیلی راحت بیاییم و خیلی راحت از اینجا بریم و از جایی که داره دیدن بکنیم و بتونیم یگان چیز خوبه با مردم و با جامعه به تصویر بکشیم کسایی که بیرون از افغانستان است. قدرت هایی که فیلن افغانستان داره میتونیم برای خوشان بکشیم اونا ببینن که افغانستان چه کشوره بوده چه قدرت داشته میشه که ما روزی مینازیم. بسیار زیاد تشکر از اینکه ما رو دعوت کردیم قربان شما در ولایت خیلی زیبا و تاریخی قربان شما غزنی قربان شما جای زیبا و جای دیدنی دیدنم داره قربان شما. ما دیگه نمیتون امرای خودت روان هستیم ببینید که کجای دیگر رو برمان شما بخیر باشین. بریم خیر استاد بخیر باشین. دوستای عزیز شما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو همچنان لایک بکنین، به دوستاتون هم شیر بکنین. این بار ما اومدیم در ولایت زیبا و تاریخی غزنی. رافی صاحب ما رو دعوت کردن و جای خیلی دیدنی و زیارت ها رو همچنان دیدیم. حالا میریم بعضی جای دیگر رو با شما به معرفی میگیریم. ما رو همراهی کنیم.